به نام خدا سلام و شبتان بخیر. با برنامه پس از خبر خوش آمدید. همت الله میثاق محمدی هستم. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری صبح امروز به منظور انجام حج عمره در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی عازم عربستان سعودی شد. این اولین سفر آقای احمدزی بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور افغانستان است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نوشته که آقای احمدزی علاوه بر انجام مراسم حج با ولیعهد عربستان سعودی و شمار از مقام های آن کشور در مورد گسترش روابط دو جانبه دیدار و گفتگو خواهد کرد. قرار است آقای احمدزی بعد از این سفر تا یه هفته جاری از کشور چین نیز دیدار کند. برای بحث و روشنگری بیشتر روی این موضوعات و اولویت های سیاست خارجی دولت وحدت ملی اینجا در استودیو با من آقای دکتر عبدالقیوم سجادی کارشناس امور بین الملل حسن. جناب دکتر خیلی خوش آمدید. تشکر. سلام. اولین سفر رئیس جمهوری را چگونه بررسی میکنید؟ به نام خدا. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. قسمی که به یاد داریم فکر کنم در یک بحث مناظره‌ای که آقای رئیس جمهور اشرف غنی داشتن این مسئله را مطرح کرد که اولین سفر او حج عمره خواهد بود و عربستان سعودی. بله. خب طبعا یک بخش قضیه برمیگرده با اون چیزی که رئیس جمهور مطرح کرد. شاید خیلی اولویت کاری رو نشه در ارتباط مطرح نمود، ولی با توجه به ذهنیت مردم افغانستان و با توجه به تلقی و برداشت هایی که از رئیس جمهور وجود داشت، من فکر میکنم که این سفر میتونه بیانگری باشه که به هر حال آقای رئیس جمهور متعهد و پایبند به باورهای اسلامی و دینی سرزمین هست و این سفر سرآغازی مبارک برای برقراری مناسبات نیک با کشورهای اسلامی و کشورهای جهان میبینه. درست. طبعا برای افراد سیاسی مانند رئیس جمهور صرفا سفر زیارتی نمیتونه باشه. این سفر در پهلوی او همطور که شما هم گفتید و اداره ریاست جمهوری هم اعلام کردن، دیدارهای رسمی هم با مقامات بلندپایه سعودی خواهد داشت و پیش بینی میشه که در این دیدارها بیشتر روی مناسبات دو جانبه و دوستانه، کمک ها و مساعدت های جانب عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان و همچنین حمایت های مالی اونها در روند بازسازی افغانستان و همچنین گسترش مناسبات دیپلماتیک و سیاسی در دستور مذاکرات آقای رئیس جمهور با مقامات سعودی قرار خواهد گرفت. و چی چیز به عنوان دستاورد از این سفر پنداشته خواهد شد؟ من فکر میکنم که طبعا به لحاظ افکار عمومی مردم افغانستان دستاورد آقای رئیس جمهور از این سفر قدم برداشتن در راستای تعهدی است که با مردم افغانستان داشته و وعده ای که سپرده بود او رو میخواد عملی بسازه. اما در پهلوی او انتظار میره که در این سفر آقای رئیس جمهور بتونه دیدگاه مثبت جانب عربستان سعودی را در حمایت های بیشتر و به خصوص حمایت های سیاسی از حکومت افغانستان و فراهم ساختن زمینه های گفتگو با مخالفین و نفوذی که روی حلقات سیاسی مخالف دولت افغانستان داره، به لحاظ جایگاه دینی که به هر حال عربستان سعودی داره در کشورهای اسلامی، انتظار می‌ره که چنین دستاوردهایی را در این سفر ما داشته باشیم. در پهلوی او طبعا بحث اقتصادی و حمایت های اقتصادی و مالی عربستان سعودی هم مطرح است که باور دارم این سفر میتونه زمینه های جلب کمک های بیشتر عربستان سعودی را نسبت به پروسه بازسازی در افغانستان مهیا بسازه. حالا قرار است بعد از این سفر آقای احمدزی به چین سفر بکنه. در به همین بهانه اگر درنگ داشته باشیم روی این که اولویت های کاری سیاست خارجی حکومت چگونه داره آغاز میشه؟ با توجه به نوع دیدگاه آقای رئیس جمهور غنی در ارتباط با مسائل رهبری افغانستان و همچنین مناسبات بین المللی، من فکر میکنم که اولویت های رئیس جمهور بیشتر متمرکز روی محور اقتصاد خواهد بود، هم در بعد ملی و هم در بعد بین المللی. با توجه به وعده هایی که سپرده بود در دوران کمپاین انتخاباتی خودش و با توجه به نوع دیدگاه آقای رئیس جمهور در ارتباط با حکومتداری و نوسازی سیاسی در افغانستان، اولویت آقای رئیس جمهور در واقع توسعه اقتصادی است و از او منظر به توسعه سیاسی و نوسازی سیاسی می نگره. لذا مطرح شدن چین هم بیشتر میتونه در این راستا قابل تحلیل باشه.
چین یکی از کشورهایی است که بیشتر سهم اقتصادی در افغانستان و بازسازی افغانستان داره و طی 13 سال گذشته حضور چین بیشتر حضور اقتصادی بوده تا و سرمایه گذاری بوده تا حضور سیاسی یا فرهنگی. من فکر میکنم که در سفر آقای رئیس جمهور به چین نیز بیشتر بحث روی نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان و تشویق جانب چین برای سرمایه گذاری روی برخی از پروژه های ملی در افغانستان متمرکز خواهد بود و همچنین تاکید روی دیگر حوزه های همکاری دو جانبه که میتونه بین دو کشور و همچنین در منطقه احیانا مفید و مؤثر باشه، اونا هم در دستور کاری سفرشون قرار خواهد گرفت. حالا با توجه به این که در نخستین سخنرانیش آقای احمدزی به پنج حلقه مناسبات خارجی یا همکاری با کشورهای خارجی یاد کرد، فکر میکنین که کدام در کدام حلقه بیشتر میشه اولویت دید و از کجا باید کار آغاز کرد؟ اول اجازه بدید من یک نکته خدمت شما عرض کنم. به عنوان یک کس که به هر حال مطالعات اندک در مباحث سیاست خارجی و روابط بین الملل داشتم، اشتباه نگیریم، برخی از گویندگان یا در برخی از برنامه ها ای تو گفته میشه که گویا معرفی پنج محور در سیاست خارجی بیانگر ایست که دولت آقای رئیس جمهور غنی یک سیاست خارجی مدونی داره. نه خیر، چنین نیست. هنوز هم افغانستان فاقد یک سیاست خارجی تعریف شده و یک استراتژی مشخص در حوزه سیاست خارجی است. ما انتظار داریم که در اولین گام دولت وحدت ملی در ارتباط با تدوین یک استراتژی ملی برای سیاستگذاری خارجی افغانستان اقدام بکنه و در این ارتباط نقطه نظرات و دیدگاه تاییدی پارلمان افغانستان و شورای ملی را نیز با خود داشته باشه. نبود استراتژی سیاست خارجی طبعا ما را دچار سردرگمی و بیراه رفتن خواهد ساخت و فرصت های را از ما خواهد گرفت، چنانچه که در گذشته چنین چیزی اتفاق افتاد. همچنین نبود استراتژی سیاست خارجی باعث میشه که تصمیم گیری ها در سیاست خارجی بیشتر با تلقی و ذهنیت فردگرایانه صورت بگیره و این طبیعی است که با دیدگاه های که مغایر هست با دیدگاه آقای رئیس جمهور چالش های را ایجاد خواهد کرد و با انتقادات روبرو خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که در تدوین این استراتژی است که ما باید چند نقطه را مشخص بسازیم. اول اولویت های ما در این پنج محور که آقای رئیس جمهور مطرح میکرد، دوم طبقه بندی و اولویت بندی اهداف ملی افغانستان و سوم هم تعریف دقیق از محورهای منافع ملی و تهدیدات ملی افغانستان. اینا میتونه در واقع در او استراتژی بحث شوه و روشن شوه. اما اجالتا آنچه را که من باور دارم در بین پنج حلقه ذکر شده در مورد سیاست خارجی از جانب رئیس جمهور، من فکر میکنم که با توجه به حضور همه جانبه کشورهای غربی و ناتو در افغانستان و امضای قرارداد امنیتی استراتژیک با جانب ایالات متحده آمریکا و ناتو، من فکر میکنم که اهمیت اول به لحاظ اعلانی از دیدگاه آقای رئیس جمهور و حکومت افغانستان غرب و ناتو خواهد بود، هرچند به لحاظ افکار عمومی مردم افغانستان و به صورت غیر اعلانی اولویت نخست جهان اسلام و کشورهای اسلامی خواهد بود، برای اینکه بخش عظیمی از آن چیزی که در افغانستان اتفاق میفته زیر مجموعه تحولات است که امروز ما در کشورهای عربی و اسلامی رو شاهد هستیم. افرادگرایی، بنیادگرایی، غرب ستیزانه و همچنین به هر حال ظهور یا گسترش گروه های تروریستی که به نام اسلام در برخی از ساحات به عملیات خرابکارانه اقدام میکنن، اینا بزرگترین تهدیداتی است که حکومت افغانستان و دولت افغانستان هم با او روبروست و از این منظر من فکر میکنم که اولویت اساسی سیاست خارجی افغانستان باید جهان اسلام باشه با توجه به اهرم ها و ابزارهایی که برای کنترل این تهدیدات در درون کشورهای اسلامی وجود داره. اما با توجه به اولویت اقتصادی سیاست خارجی آقای رئیس جمهور غنی، باز قابل پیش بینی است که در او صورت ممکنه اولویت طبعا کشورهای کمک کننده و کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا باشه. با توجه به اوضاع بین الملل یا بگیم اوضاع منطقه و جهان، فرصت ها را در مناسبات خارجی کشور
با آغاز کار حکومت وحدت ملی چگونه برمی شود؟ ما ببینید چند تا فرصت رو در گذشته داشتیم از دست دادیم. برخی از اونها با تأسیس دولت وحدت ملی بار دیگر زنده و احیا شد. یکی از اونها در واقع نگریش و دیدگاه مثبت جامعه جهانی و کشورهای پیرامون، به خصوص کشورهای غربی و کمک کننده به افغانستان نسبت به افغانها و پروسه بازسازی و نوسازی در افغانستان بود. تمایلات بسیار گسترده ای که در سالهای آغازین حکومت رئیس جمهور کرزی نسبت به کمک به افغانستان از سوی جامعه جهانی و غرب وجود داشت، به تدریج به دلیل تنش‌ها و فراز و نشیب‌هایی که در روابط دیپلماتیک افغانستان با جامعه بین‌المللی به وجود آمد رو به کاهش گذاشت. نوع این نگاه جدیدی که آقای رئیس جمهور غنی مطرح کرد در ارتباط با بحث سیاست خارجی و همچنین گام‌های اولیه‌ای که برداشته شد بیانگری است که به هر حال یک نوع نگاه تازه‌ای در جامعه جهانی نسبت به افغانستان به وجود آمده. اما در این میان هنوزم من فکر می‌کنم که بیشترین استفاده از فرصت مربوط به ما خواهد بود، یعنی دولت افغانستان. فعلا با توجه به فضای بین‌المللی توپ در زمین حکومت افغانستان و دولت افغانستان است که چه رقمی بازی میکنه و تا چه اندازه با تکنیک و مهارت خوب میتونه در واقع این بازی را به برد خود مبدل بسازه. دو سه تا فرصت در ارتباط کوتاه میخوایم خدمت شما اشاره بکنم. دکتر با پوزش اگر اجازه باشد همکاران ما اشاره یک وقفه میکنه، در ادامه همچنان با ما باشید. سلام به دوباره شما بیننده برنامه پس از خبر به گونه زنده و مستقیم از آریانا نیوز هستن. بحث امشب ما روی اولویت های سیاست خارجی حکومت وحدت ملی است و سفر امروز رئیس جمهور احمد زی به عربستان سعودی و اینجا در استودیو با من آقای دکتر عبدالقیوم سجادی کارشناس امور بین الملل هستن. آقای سجادی از فرصت ها می گفتیم. خب من چهار محور رو در ارتباط با فرصت های سیاست خارجی افغانستان در حکومت آقای رئیس جمهور غنی میتونم مطرح بکنم که اگر از این فرصت ها به خوبی استفاده شود چانس بسیار بالایی برای فعال شدن سیاست خارجی افغانستان در راستای تامین منافع ملی افغانستان به وجود خواهد آمد. درست. اولین فرصت همطوری که قسمتش رو قبلا اشاره کردم اعتبار بین المللی است. به گونه به هر دلیلی امضای قرارداد امنیتی و قبل از او رایزنی هایی که صورت گرفت به دلیلی عبور از بحران سیاسی ناشی از انتخابات و به وجود آمدن یک توافق سیاسی یک نوع اعتبار جدید در جامعه جهانی نسبت به افغانستان ایجاد شد و این اعتبار جدید در واقع جایگاه جدیدی را برای افغانستان در سیاست خارجی کشورها باز میکنه که اگر به خوبی بهره برداری شود میتونه خیلی ممید واقع شود برای تامین منافع ملی افغانستان. نکته دوم با توجه به انتقال امنیتی که صورت گرفت و خروج قوت‌های خارجی از افغانستان، اعلام تعهد مجدد جامعه جهانی و حتی تعهد جدیدی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد نویدنده ایست که به هر حال کشورهای غربی نسبت به افغانستان هنوز هم علاقمندی داره و برای حمایت از افغانستان آمادگی داره، حداقل در بخش سیاسی و تربیت نیروهای امنیتی افغانستان. نکته سوم که به باور من خیلی نکته مهمتر هست به وجود آمدن یک وفاق ملی نسبی است در دولتداری افغانستان، چیزی که در گذشته وجود نداشت. ببینید افغانستان به دلایل مختلف با یک نوع فضای بی‌اعتمادی سیاسی روبروست. بنابراین وقتی دولت یا پوزیسیون یک برنامه را ولو با نگاه ملی مطرح میکنه، اپوزیسیون سعی میکنه که این برنامه دولت رو از منظر نگاه قومی یا با رویکردهای شخصی به نقد بگیره و این باعث میشه که ما نتانیم مفاهیم اساسی سیاست خارجی خود را با یک نگاه ملی و برخوردار از پشتوانه قدرت ملی تعقیب بکنیم. بله. اما در دولت وحدت ملی چون هر دو طرف به گونه شریک هستند و حضور دارند، این زمینه وجود دارد که ما روی محورهای کلان و اساسی سیاست خارجی و منافع ملی افغانستان به توافق برسیم.
توافقی که طبعا اکثریت مردم افغانستان او را به عنوان خواستهای خود و منافع ملی خود تلقی خواهد کرد و این یک فرصت بسیار ارزشمندی است. و نکته چهارم و آخری هم این که به هر حال درست است که مردم افغانستان در پروسه انتخابات با یک سری چالش های روبرو شدن به لحاظ باور سیاسی، اما باز هم نسبت به دولت جدید بیشتر از دولت گذشته به خصوص دوره دوم ریاست جمهوری آقای رئیس جمهور کرزی اعتماد دارند و باور دارند. یعنی باور ایست که به هر حال به دلیل تفاهم سیاسی و وفاق نسبی که به وجود آمد، انتظار میره که به هر حال این دولت جدید بتونه سامان ببخشه به مسائل اقتصادی و سیاسی کشور. درست. یک چنین انتباه یا تلقی در نزد افکار عمومی من فکر میکنم ظرفیت ایجاد میکنه و فرصت ایجاد میکنه برای نظام سیاسی، چون دیدگاهی مثبت افکار عمومی برای کوتاه مدت میتونه خودش فرصت ساز باشه، البته اگر از او به خوبی استفاده شود. اما اگر به خوبی استفاده نشود بسیار به زودی تبدیل به نگریش منفی و انتقادی خواهد شد که او اعتماد و باور را از بین خواهد برد. حالا در بحث استفاده بهتر و بهینه، دستگاه دیپلماسی کشور را چگونه میبینین؟ و حالا که در آستانه تشکیل کابینه جدید هم هستیم، تقرر یک شخص شایسته در سمت وزارت خارجه کشور را چقدر مهم میدانین در این؟ ببینید، ما اصلاحات در افغانستان را نباید به گونه آرمانی و مطلوب تحلیل بکنیم. ما با توجه به وضع موجود باید تحلیل بکنیم. هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب و آرمانی ما راهی درازی در پیش داریم. اما من فکر میکنم که پروسه اصلاحات در دستگاه سیاست خارجی افغانستان در دو حوزه یا در دو بخش باید مورد توجه قرار بگیره. پلانهای طویل مدتی که زمانبر هست و پلانهای کوتاه مدت برای بهره برداری از فرصتهای موجود در حد امکان. من فکر میکنم که اصلاحات ساختاری اساسی که زیرساخت‌های دستگاه سیاست‌گذاری خارجی ما باید بازنگری و اصلاح شود، نیاز به زمانی طولانی مدت داره. اما در کوتاه مدت یک سری اقدامات آنی و فوری را میتوان انتظار داشت که در دو بخش نهادی و کارگزاری یا کارگزاران و نهاد سیاست خارجی باید صورت بگیره. من منظور من است که ببینید، ساختار و نهاد سیاست خارجی افغانستان فاقد ظرفیت و توانمندی لازم برای برخورداری از یک سیاست خارجی فعال و تاثیرگذار روی دیگران هست. برای اینکه این سیاست خارجی هیچگاه مبتنی بر در واقع آموزه های علمی یا مبتنی بر دیدگاه ها و نظرات کارشناسان و صاحب نظران نیست، بلکه به صورت آنی تصمیم گرفته میشه و به مرحله اجرا گذاشته میشه. پس ما نیاز داریم در ساختار وزارت امور خارجه افغانستان، من فکر میکنم که در بعد ساختاری یک بخش بسیار جدی و اساسی را به عنوان تغذیه کننده فکری و پالیسی ساز که بتونه هم خود رو بشناسه، تحلیل کنه امکانات ملی ما را و هم جانب مقابل را، ظرفیت ها، توانمندی ها، نقاط ضعف و قوت طرف مقابل رو خوب تحلیل کرده بتونه، ما نیاز داریم. ما یک چیزی به نام مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه داریم که در حد اسم باقی مانده، یعنی هنوز اهتمام و توجه جدی از روی این مرکز هم صورت نمیگیره که به هر حال مثل بقیه کشورها بیاید در اونجا دپارتمان های مختلفی برای درک و فهم علمی و دقیق همین پنج حلقه که رئیس جمهور غنی در ارتباط با سیاست خارجی مطرح میکنه انجام بده و بعد هم خروجی و بروندادهای مطالعات علمی خودشان را در اختیار در واقع سیاست گذاران قرار بده تا اونا بتونه با توجه به امکانات موجود و با توجه به شناخت دقیق جانب مقابل تصمیم گیری بکنه. از جانب دیگر در بعد کارگزاران هم ما نیاز به یک سری اقدامات و بازنگری های جدی و اساسی فوری داریم. دیپلماسی فعال نیازمند کارگزاران توانمند و برخوردار از ظرفیت کاری است، چیزی که در دستگاه دیپلماسی ما متاسفانه با یک خلل روبرو است. نمیخوایم بگیم که همه دیپلمات های ما و کارگزاران دستگاه سیاست خارجی ما آدم های ضعیف هستند، اما میخوایم بگیم که برای یک کشور مثل افغانستان که امروزه در واقع میدان بازی برای تمام دنیا و نظام بین الملل هست و در منطقه قرار داره که انواع بحران ها و منازعات سیاسی و مرزی در منطقه و وجود داره و رقبای مختلفی در این عرصه بازی میکنه، ما
نیازمند ای هستیم که بازیگران بسیار ماهر و برخوردار از تکنیک های سیاسی و دیپلماتیک داشته باشیم تا بتونه در این عرصه در واقع ماهرانه در راستای تامین منافع ملی افغانستان اقدام بکنه. تشکر جناب دکتر عبدالقیوم سجادی، کارشناس امور بین‌الملل. پایان برنامه امشب، تشکر از همراهی شما، همچنان وقت خوش، خدا نگهدار.